نمیدونم دارم ازش درست استفاده میکنم یا نه، ولی همچنان من سبام و اینجا متبازه. خوش اومدیم به کانال خودتون. امروز میخوام 7 ابزار رایگان و فوق‌العاده کاربردی رو در مورد ریاضی بهتون معرفی کنم. این ابزارا به درد همه میخوره، از دبستان گرفته تا دانشگاه. به خصوص به درد کسایی میخوره که میخوان ریاضی رو به صورت شهودی لمس کنن. پس معلم‌ها هم خیلی میتونن از این ابزار استفاده کنن. اول خواستم این ویدیو رو در قالب یه ویدیو کوتاه تو یوتیوب آپلود کنم، بعد دیدم که با ویدیوی کوتاه حق مطلب ادا نمیشه. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. اولین سایت جوجبرا. اولین و کاربردی ترین سایتی که میتونم در زمینه ریاضی معرفی کنم جوجبراست. جوجبرا یه ابزار تعاملی یا اینتراکتیو وبه. سایت تعاملی یعنی چی؟ یعنی کاربر فقط سایت رو مشاهده نمی‌کنه، بلکه میتونه توش فعال هم باشه، مثل کلیک کردن، کشیدن، رها کردن، همون درگ اند دراپ و خیلی چیزای دیگه. به این جور سایت‌ها میگیم سایت‌های تعاملی. تو جوجبرا شما میتونین اشکال هندسی مثل نقطه و خط و چنزلیا و حتی اشکال سه‌بعدی رو رسم کنید و به صورت پویا تغییرشون بدین و همزمان معادلات جبری مرتبط به اونا رو مشاهده کنید. علاوه بر این ابزار قابلیت انجام محاسبات رو هم داره، مثل مشتق گرفتن، انتگرال گیری، ترسیم نمودار دوبعدی و سه‌بعدی از اونا. جوجبرا برای همه سطوح از دبستان تا دانشگاه قابل استفاده است. به خصوص اگر معلم هستین و میخواییم به صورت شهودی چیزی رو به دانش آموزاتون نشون بدین، این ابزار کارتون رو را میندازه. سایت بعدی دسمازه. دسماز در واقع یک ماشین حساب گرافیکی آنلاینه که به صورت رایگان امکان رسم نمودار توابع رو فراهم میکنه. تو دسماز شما میتونین انواع نمودارای دوبعدی و سه‌بعدی رو رسم کنین و با اضافه کردن اسلایدر یا همون متغیرهای قابل تنظیم پارامترها رو تغییر بدی و بعد تغییر رفتار تابع رو در اون پارامتر بررسی کنی. دسماز در واقع یه مجموعه کامل محاسبات ریاضی آنلاین حساب میشه. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد که چه فرقی با جوجبرا داره؟ فرقی که با جوجبرا داره تو چند تا چیز کوچیکه. اولیش اینه که توی دسماز رسم نمودار سه‌بعدی محدودتر از جوجبراست، چون این قابلیت تازه به این سایت وارد شده و جای کار داره. ولی از اون طرف محیط کاربری ساده تری نسبت به جوجبرا داره. یه تفاوت دیگه که میتونیم در موردش بگیم اینه که ابزار هندسی دسماز محدودتر از جوجبراست، ولی استفاده از دسماز برای رسم نمودار ساده تر و سریع تره. کلن هر ابزاری رو که بهتون معرفی میکنم بسته به نیازتون انتخاب کنید. سومین چیز فوتومته. فوتومت یه اپلیکیشن رایگان حل مسئله است. شما میتونید صورت یه مسئله یا معادله ریاضی رو اگر دست نویس هم باشه با دوربین گوشیتون اسکن کنید و در فوتومت جواب اونو به همراه راهنمای گام به گام حلش رو ببینید. البته اینو بگم که اون دست نویس شما باید حتما به زبان انگلیسی باشه. خلاصه یه جورایی مثل این کتاب‌های گام به گام حل مسئله میمونه. ولی من خودم شخصا موقعی ازش استفاده میکنم که بخوام یه مسئله ریاضی رو سریع تایپ کنم. یعنی یه جوری کار تایپ رو بر من انجام میده. ولی خب خوبه دیگه توی گوشیتون این ابزار رو داشته باشین. ولی اینو یادتون نره که یکی از لذت‌های زندگی اینه که ساعت‌ها و یا حتی روزها روی یک مسئله ریاضی کار کنی و خودت بتونی حلش کنی. ولی خب فوتومت هم یه ابزار دیگه و کاربردهای خودش رو در سر جای خودش داره. سایت بعدی ولفرام آلفاست. من یه ویدیو درست کرده بودم در مورد اینکه چجوری ارقام عدد پی رو پیدا کنیم. اگه یادتون باشه توی اون ویدیو در مورد این سایت گفتم. ولفرام آلفا یه موتور محاسباتی خیلی قدرتمند و دانش محوره
که نسبت به فوتومت میتونه یه طیف گسترده تری از پرسشا و مسائل ریاضی و علمی رو پاسخ بده. اصلا کلن توی یک لول دیگه است. خب کارهایشون هم فرق داره. تو فوتومت تو عکس و میدی و جواب رو میگیری، اینجا باید سوال یا معادله رو به زبون ریاضی بدی تا پاسخ محاسباتی دقیق همراه با نمودار رو بگیری. کلن این وبسایت یه پایگاه دانش عظیمه. توانایی محاسبه ی هر چیزی رو هم داره. از حساب گرفته تا هندسه. پس برای دسترسی به پاسخهای دقیق و تحلیل‌های عمیق مسائل ریاضی و علمی وبسایت کاربردیه. مورد پنجم خان آکادمیه. مطمئنم خیلی جاها اسم خان آکادمی رو شنیدین و یا حتی ازش استفاده کردیم. تو سال 2004 یه فردی به اسم سلمان خان، یه آمریکایی بنگلادشی تبار که فارغ التحصیل دانشگاه‌های MIT و هاروارد بود، برای کمک به یادگیری ریاضی دختر عموش یه سری ویدیوهای آموزشی کوتاه رو تهیه کرد و تو یوتیوب به اشتراک گذاشت. این ویدیوها به سرعت محبوب شدن و باعث شد که خان آکادمی به صورت رسمی در سال 2008 راه اندازی بشه. هدف از این مؤسسه غیرانتفاعی ارائه آموزش در سطح جهانی برای همه در هر کجاست. بخش‌های مختلفی هم داره، یعنی فقط برای ریاضی نیست، ولی با ریاضی شروع شد و به تاریخ و فیزیک و اقتصاد و برنامه نویسی گسترش پیدا کرد. تو بخش ریاضیش تو میتونی هزاران ویدیو آموزشی کوتاه به زبون ساده برای موضوعات مختلف از ریاضی پایه، دبیرستان تا مباحث پیشرفته تر رو پیدا کنی و یه پلتفرم خوب برای شروع یادگیریه. سایت بعدی متیگانه. متیگان یه شعار داره به اسم زمین بازی ریاضی. این وبسایت تعاملی برای یادگیری مفاهیم ریاضی به صورت رایگان ابزارها، دوره‌ها و وسایل کمک آموزشی رو فراهم کرده تا آموزش ریاضی رو بیش از پیش تعاملی و جذاب کنه. تو متیگان شما میتونید با پازل‌ها، بازی‌ها و فعالیت‌های بصری مفاهیم مختلف رو کشف کنید. انگار در حالی که داری سرگرم میشی مهارت ریاضیت هم تقویت می‌کنی. از سطح مبتدی تا پیشرفته هم داره و کلن درک عمیق‌تری از مفاهیم ریاضی رو بهت میده. اگر یه زمانی کسی بهت گفتش که ریاضی خیلی خشک و جذاب نیست، میتونی این سایت رو بهش معرفی کنی. و آخری کول مت گیمز. اگر دنبال یادگیری ریاضی از طریق بازی و تفریح هستی، وبسایت کول مت گیم گزینه مناسبیه برای تو. این سایت مجموعه ای از بازی های فکری و منطقی آنلاین رو ارائه میده که در عین سرگرم کننده بودن به طور غیر مستقیم مهارت های ریاضی، منطق و حل مسئله رو تقویت میکنه. من خودم شخصا بازی هاشو خیلی دوست دارم چون توشون خوشونت و اکشن بیهوده نداره و پر از چالش های فکریه و اون قسمت از مغز که عاشق حل معماست رو تقویت میکنه. برای هر سنی هم طراحی شده و در کل میتونه یه ریاضی باحال رو به شما نشون بده. خب مسلماً بازم سایت و اپ و ابزارهای آموزشی دیگه‌ای هستش که میتونم بهتون معرفی کنم، ولی اینا بهتریناشون بودن که خودم هم استفاده کرده بودم. شما هم اگر از ابزاری استفاده کردین و به درد بخور بوده حتماً برای ما به اشتراک بذارین. در ضمن لینک ورود به هر کدوم از این سایت‌ها رو داخل دیسکریپشن یا همین قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. یادت نره که یه لایک به این ویدیو بدید.